سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوایم سوپرلاتیو با هم یاد بگیریم. اگر هنوز کانال سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. خیلی ممنونم از لطفت. بریم برای این ویدیو. ما تو ویدیو قبلی کمپاراتیو و فرگلکسیتا رو با هم یاد گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی صفت های برتر و جملات مقایسه ای. اگه ندیدیش حتما برو ببینشون، خیلی ویدیوی مهمیه. حالا تو این ویدیو میخوایم سوپرلاتیو رو یاد بگیریم. سوپرلاتیو چیه دیگه اصلا؟ سوپرلاتیو صفت برترینه. حالا الان دیگه با هم یاد میگیریم که ببینیم چیه. خب طبق معمول با مثال شروع میکنیم. میگم ich bin der kleinste Mann. یعنی چی؟ میگم ich bin der kleinste Mann. من کوتاه‌ترین مرد هستم. شما فکر کن مثلا 10 تا مردن کنار هم، من کوتاه‌ترینشونم مثلا. خب این میشه صفت برترین دیگه، درسته؟ تو فارسی هم ما میگیم هر چی ترین بیاد صفت برترینه، کوتاه‌ترین، خوب‌ترین، بدترین، یعنی دیگه تو انتهای اون چیز هستی، یعنی دیگه هم نه تو کوتاهتر کسی نیستش، برترین اون هستی. یا مثلا میگم که ich laufe am schnellsten. من از سریع ترین میدوام. خب یا اینکه من از همه پرسرعت ترین میدوام، پرسرعت ترین همه میدوام، در واقع اینطوری میشه دیگه. من میدوام سریع ترین، سریع ترین کسی که داره میدوه الان منم. شما فکر کنید مثلا یه مسابقه دویه، من از همه سریع ترم، سریع ترینشون منم. اینجا هم دوباره صفت برترین دیگه، درسته؟ سریع ترین. خب ببین الان ممکن شما بگین که بالا آوردی نوشتی در کلاینسته، پایین آوردی نوشتی مثلا آمشنلسته. درسته کلمات فرق میکنه، ولی اگه دقت کنی میبینی آقا اون اون شکلیه، این جوریه، این داستان چیه اصلا، این چرا با هم فرق میکنن. الان بهتون میگم. خب ببین اگر خواستی صفت برترین بسازی، خب mit einem Artikel vor einem Nomen. میگه چی؟ میگه تو اگه خواستی صفت برترین بسازی با یه آرتیکل قبل یه اسمی، خب بعد چطوری بسازی؟ باید بیای بگی همون در چه میدونم دی داستو داشته باش. خب بعد STE توی پرانتز یه دونه انم، حالا میگم این داستانش چیه. پس اگر که توی نومن داشتی، نومن یعنی چی؟ یعنی همون این مانی که اینجا هستش، این نومنه. میگه اگر توی نومن داشتی، خب که این نومنه قاعدتا آرتیکل داره دیگه، با اون آرتیکلش تو باید بیای اون آرتیکل رو بذاری، بعد صفت تو بذاری، بعد بیای STE بذاری، یا حالا N هم ممکنه بذاری که حالا میگم چه موقع N رو بذاری براش. خب مثال بزنیم تا این جا بیفته. مثلا میگم که das ist der schnellste Mann. ببین مان آرتیکلش چیه؟ مان آرتیکلش دره. خب بالا ما گفتیم در دی داسو بذار، ما درشو خوب گذاشتیم. تو اون سه نقطه منظورم چیه بعد آرتیکل؟ میگم اون صفتی که داری بذار. صفتمون چیه؟ صفتمون شنله، درسته؟ بعد گفته خب باشه صفتتو گذاشتی، حالا بیا STE بذار. STE هم گذاشتم، بعدم که اسممه، das ist der schnellste Mann، این سریع ترین مرده، معنیش این میشه. خب حالا یه مثال دیگه بزنیم که حالا اون N هم استفاده کنم، اون N تو پرانتز، ببینیم که چی هستش. میگم دی شنلستن شپورتلا ان
من اوس يامايكا. خب میگم سریع ترین ورزشکار میاد از یامایکا یا اهل یامایکا هستش. ببین اینجا دیگه اینو گرفته تو صرف صفت ها یاد گرفتیم که باید ان بذاریم وقتی که در این موقعیت قرار بگیره. صرف صفت ها داره به ما میگه تو قسمت جمع نومیناتیو تو باید ان بذاریم. این ان هم در واقع برای اون هستش، میگه طبق قوانین صرف صفت اگر تو جایی مجاز به گذاشتن اندونگ ان برای یک صفت بودی پس تو باید اون انو بذاری، اما اگر در فرمول نداشته باشی خب نمیذاری. حالا بذارید من اون فایل رو براتون بازش کنم. ببینید نومیناتی تو قسمت پلورال دینت ان لویته شده، انو گرفته دیگه، درسته؟ پس اینجا هم ما شنلستن شپورتلا میشه، سریع ترین ورزشکاران اهل یامایکا هستن. یه نکته دیگه میگم که در سوپر لاتیف شتت ایما میتستن دفی نیتن آرتیکل. میگه سوپرلاتیو همیشه باید با آرتیکل مشخص معلوم بیاد، با آرتیکل دفینیت بیاد. یعنی چی؟ یعنی همون دردی داستو نمیتونی آین و آینه بیاری براش. خیلی نکته مهمیه این. بعد میگیم که از ادیکتیو این سوپرلاتیو هست ایما استی ای به اضافه همون ادیکتیو اندونگی که بهتون گفتم، ادیکتیو اندونگ. میگه تو اون صفتی که داری در حالت سوپرلاتیو صرفش میکنی اون استی ای که جز ثابته براش بذار، بعد اون ادیکتیو اندونگ رو براش بذار. اندونگ های ما هم همه ان هن دیگه، ان اگر داشت براش بذار. بعد میگیم که کاین آم. خب میگم که کاین آم، کاین آم ون در سوپرلاتیو میتس دم آرتیکل شتت. میگه تو وقتی که آم وقتی که سوپرلاتیو داری خب و خب آرتیکل معلوم داره دیگه، قاعدتا ما گفتیم دفینیت آرتیکل داره، تو دیگه نباید بیای آم بذاری برای این. یعنی تو اگه بیای بگی دی آم شنلستن، بذارید من بیارمش خط پایین، یعنی تو اگه بگی دی آم شنلستن لویته این 100% غلطه. یعنی تو باید اون آمشو برداری از اینجا، تو نمیتونی هم دی بیاری هم آم بیاری، درست؟ خب این از این بچه ها. گفتیم که این برای چی بود؟ گفتیم اگر که میت آینم آرتیکل فا آینم نامن باشه، خب اینطوری میشه. یعنی مثل مثال ایش بین در کلاینست مان، ما یاد گرفتیم که این در کلاینست از کجا اومده، از این اینجا اومده. حالا یه جمله دیگه من نوشتم، گفتم که ich laufe am schnellsten، این اصلا ساختارش با اون فرق میکنه، درسته؟ اصلا در نداره، دی نداره. حالا ببینیم که این چطوریه. میگم mit einem verb، اگر که verb داشت خب تو باید بیای
فرموله به این صورت تغییر کنه، یعنی بچه آم اس تی ای ان. خب یعنی چی؟ یعنی من میگم که ار معذرت میخوام ارلویفت آم شنلستن. خب ما گفتیم که با یه ورب اومده، خب وربمون لویفت لافنه. اگر اینطوری بود آم بذار که آمو گذاشتیم، صفت رو بذار STEN شنلستن، به همین راحتی. یه مثال دیگه، زین آم شنلستن، فعلمون زینده، بعدش آم اومد، آم میذاریم، شنل میذاریم، STEN میذاریم. یه نکته خیلی مهم میگم، میت آم ایستی اندونگ ایما gleich STEN. میگه تو وقتی که آم داری همیشه باید اون اندونگت STEN باشه، چیز دیگه ای نمیتونی بذاری براش. خب بچه ها، این تا اینجا ما توی ویدیوی قبلی که کمپاراتیو رو یاد گرفتیم گفتیم یه موقع هایی وقتی که داری صفت برتر یا همون کمپاراتیو رو میسازی، علاوه بر اون ای آری که میذاری تو باید یه دونه املاوت هم بذاری، درسته؟ مثلا گفتیم که یون میشه یونگا، املاوت هم میگیره. حالا میخوایم اینم یاد بگیریم که اگر اون صفت برترمون، یعنی صفت ما در حالت برتر اون املاوت رو گرفت، پس باید در حالت سوپرلاتیف هم اون املاوت رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی من میگم در سوپرلاتیف هات اینن املاوت ون در کمپاراتیف اینن املاوت هات. میگم برای سوپرلاتیو املاوت بذار اگر که کمپاراتیوش املاوت داشت. یعنی چی؟ یعنی من میگم صفت ساده من کورس بوده، خب بعد که اومدم برترش کردم شده کورسا، کورسا. حالا پس چون برترش املاوت داره، برترینش هم املاوت رو میگیره، یعنی میشه آم کورسستن. یا مثلا لانگ وقتی که برتر میشه میشه لنگا، درسته؟ لنگا. اینا رو بچه ها باید مرور یاد بگیرن، یعنی این نیستش که تو هر کلمه دلت خواست بیای املات بذاری یا هر کلمه نخواستی املات نذاری. اینا رو باید با دیدن، شنیدن و تجربه به دست بیاری که کدوم ها املات رو میگیرن. کم هستن حالا اونایی که میگیرن، خیلی دشوار نیست این موضوع. length 10. ببین لانگ بوده شده لنگا، ام لنگس 10. حالا یه موضوع دیگه میگم که when does adjective meet the s، یا اصلا s ها except ended is the endung este. حالا یه وقتایی هم n میگم اگر که ادیکتیو ما اون صفتی که ما داریم endung چی میگن آخرش به tds یا s ها x باشه، یعنی به اینا ختم بشه،
اون اندونگی که باید بگیره ESTENه، یعنی ما بالا خوندیم گفتیم STENه. ببین ما اینو خوندیم، بذار من اینو قرمزش کنم. ما گفتیم که اندونگ این میگیره، درسته؟ اما اگر آخر اون صفت ما هر کدوم از اینا باشه، تی دی اس، همه اینا هر کدوم از اینا باشه، ما یه دونه ای هم باید قبل از اون بذاریم، چون یکم خوندنش مشکل برای ما. مثل چی؟ مثل مثلا میگم there their could sister could sister weg. ببین ست بوده دیگه آخرش، پس ای اس تی ای شد، درسته؟ خب حالا ما تو ویدیوی قبلی که داشتیم صفت برتر رو میگفتیم، گفتیم که یه سری صفت ها استثناء هست، برای برترشون ER نمیگیره، مثلا گوت میشه بسا، درسته؟ گوت میشه بسا، فیل میشه معا. اینا رو اگه یادت رفته برو ویدیوی قبلی نگاه کن که خیلی ساده است، ولی خب باید بلد باشی واقعا. گرنو گفتیم میشه لیبا، بعد هوخو گفتیم میشه هوها، بعد تویا میشه تویغا، تویغا. حالا قوس رو البته اونجا نگفتم، ولی اینجا اضافهش میکنیم، قوس میشه قوسا. البته این حالا خیلی استثنایی داخلش نیستش، قوسا. حالا میخوایم صفت برترین اینا رو یاد بگیریم، گوت بسا آمبستن، برترینش میشه آمبستن، فیلم آمایستن بیشترین، گرن لیبا ام لیبستن، هوخ هوها ام هوشتن، ام تویا تویغا ام تورستن. قوس قوسا ام قوسستن، این ببین اگر که بخوای اینو برترینش کنی، خب ببین ما اینجوری میسازیم دیگه، الان گفتیم که این خب بعد اینطوری بشه، درسته؟ این استثناءش در اینه که دیگه اون ای اس رو نمیخواد بچه ها، یعنی قوس تن، یعنی این ای اس رو برش دار دیگه، اونو نمیخواد. این خیلی مهمه بچه ها، این مهمه خیلی خیلی. اینا رو میبینین مخصوصا ستای اول گود فیلگر، اینا رو خیلی میبینین در سطوح مختلف، اینو بلد باشین. کلا صرف صفت ها خیلی کار خاصی نداره، یکم شاید اولش به نظرتون مشکل باشه، ولی واقعا راحته، یکم ترمینش کنید چیزی نداره و به راحتی دستتون میاد. منم توی دو تا ویدیو اینو گفتم که یکم راحت تر باشه براتون. اگر سوالی داشتین میتونید بپرسید و من با کمال میل جواب میدم، اصلا مشکلی نیست بابت این. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، مرسی از همراهیتون، فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.